شراغلاس خبرونه لور ماقام له نجيبه سره او له ما سره ډیر محترم ډاکټر طارق صاحب ناشته شراغلاس ته وایي سلام خدمت شما خدمت علا قماندان برنامه ته تشکر ډیره زاته مننه شراغلی او نن زمونږ دوه موضوعات دي ولې چې سبا روزه ده نو ما غوښتل چې یو خدای خلکو مشکل لګمږه حل کو چې هغه همیشه د روزه چې را رسیږي اختر راځي د ډیر خلکو دا مشکل چې اختر موږ د چا سره کو کنه لکه زمونږ ډیر افغانان چې دی هغه مسافر دي سوک په لندن کې دي سوک په امریکا کې دي سوک په یورپ کې دي نو دلته کې سبا روزه کیږي کې دی شاغل ته روزه نه اعلان و نشي نو بیا دی دغه پریشان چې روزه څنګه کو کنه او یا مثلا د زغړم چې په دی باندې خبرې کو او بل دا خیرات ورکول کنه د خیرات ورکول صحیح طریقې څه دا څنګه باید خیرات ورکو کوم خلک صحیح خلک مستحق خلک دي چې باید دغه خلکو ته موږ خیرات ورکو نو په دغه دوه موضوعات چې موږ د ډاکټر طارق صاحب سره په دې باندې خبرې کوو ښه تشکر میکریم یک موضوع خدمت دوستان یادداشت بتیم چې هنوز مشخص نیست که فردا روزه باید باشه نه به خاطر که ماه قمری نه شما تصمیم گرفتید اعلان کردید ما وقت تصمیم گرفتیم به خاطر که ماه قمری گاهی وقت 30 ماه گاهی وقت 29 ماه امروز روز 29 بود اگر ماه قمری که حدود ساعتای 9 یا 10 بجه شب معلوم میشه ماه قمری اگر 29 آمده بود فردا روزه مبارک می باشه اگر 29 نامد 30 آمد باز فردا نمی باشه روز پنجشنبه می باشه دیگه چون 9 بجه شب معلوم میشه که مهتاب دیده شوه چون فعلا مهتاب که اثر افغانستان سپری کرد گذشت هنگام بین دیگر شام می باشه که در کنار آفتاب می باشه آخرای دیگر قابل رویت نمی باشه قابل دید اثر خلیج فارس که میگذره و سعودی که میرسه اوجه تاریک میشه قابل دید می باشه بنان شاید 3 ساعت بعد دیگه برای ما معلوم شوه که سوا روزه است یا نیست خب اگر بود استقبالش میکنیم اگر نبود روز بعد انشالله روزه را میگیریم و استقبال میکنیم و از الله جل تعالی تو مساله داریم و توفیق به تک تا روزی خوب آمین. داشته باشیم آمین. خب یک مبحث خیرات بود و یکی هم روزه بود مبحث خیرات ما خب میبخشین بله. تا که در خیرات میبینیم یک سوال دیگه ما بفرمایید سوالی است دماغ هست هر وقت یک چیز اینجا جور میشه یک سوالی پیدا شد بر من که اگر سبا اینجا در افغانستان ما روزه میگیریم و د امریکا یا مثلا د زیاتر مردم ما د پاکستان مهاجر هستند د ایران هم هست مگر اونجا حکومت اعلان نمیکنه اونا میگه که روزه پنجشنبه است آلی اونا چی کنه که تو ما روزه بگیره یا که حکومت اونموجه که مکیم هستند اصلا بحث یک مبحثی که بین دانشمنداز به نام اختلاف مطالع یعنی اختلاف طلوع آفتاب خب طلوع مهتاب ببخشید مهتاب معیار در روزه گرفتن یا افطار کردن عید یا رمضان معیار نوشدن مهتاب است مهتاب در کره چه در منظومه شمسی یک تاست یعنی مهتاب یک دفعه نو میشه تو نیست که ایجا یک دفعه نو شه و جای دیگه دفعه نو شه بنان مهتاب که یک دفعه نو شد خب شما میفهمید حرکت زمین است که اطراف زمین میگرده زمانی که در خط قرار گرفت غایب میشه دید نمیشه چون زیر سایه زمین میباشه پس که برآمد مهتاب نو شده ماه دیگه داخل میشه بدن مهم نیست که در امریکا مهتاب دیده شوه که نو شده یا در افریقا یا جای دیگه مقصد که در منظومه شمسی مهتاب که نو شد ماه دیگه داخل شد پس کشورها اینقدر تفاوتشان است که یک جای صبح می باشه دو ساعت بعد دیگه جای صبح میشه سه ساعت بعد دیگه جای بالاخره تا جیران روز یک شنبه است کل جای دوشنبه است مثلا سبا اگر چهارشنبه روزه باشه در کل دنیا چهارشنبه است دیگه مون تا تفاوتش است که در امریکا 6 ساعت بعد چهارشنبه میشه یا گان شارش 12 ساعت فرق داره 12 ساعت بعد بله بنان روزه پس از نظر شرعی یا فقه حنفی که در مطبق از در قانون افغانستان است که اگر در یک کشور اسلامی یک جای دیگه که مهتاب دیده شد اعلان کرد که مهتاب دیده شده صبح روزه است مسلمان ها کل جای لازم است که روزه را بگیرند و ما کل ما کت سعودی بله چون سعودی هم دیگه کدام خصوصیت خاص نداره به خاطری که در اوج مهتاب که میرسه شب می باشه در شب مهتاب قابل رویت می باشه okay. مثلا در افغانستان هم باید دیده شوه اما در افغانستان مثلا در این تایم ها از ساعت 6:30 میگذره مهتاب ساعت ببخشید 5:30 در کنار آفتاب می باشه و مثل یک تار آره می باشه قابل دید نیست در ایران که میرسه آشتم آفتاب میشینه هنوز کم کم معلوم میشه بعضی وقت ایران هم میتونه ببینه بعضی وقت نمیتونه در خلیج که میرسه مهتاب آفتاب ششتگی است کم کم معلوم میشه اما در سعودی که میرسه
نو بجه شب از دیگه خوب معلوم بشه. بنان سعودی اعلان میکنه، باز دوستان میگن نه سعودی کام خصوصیت خاص نداره. و یک کار بسیار علی میفهم مایر نمی فهمیدم می نمیال بله میشه کی جای یک جای دیگه هم بده فکر ما فکر کردم نه به خاطر کی سعودی از اونجا مکاس مدینه از اونا میگه به خاطر اونجا بسیار خوب قابل رویت است و از این جهت دولت سعودی یک الزام دگام که التزام دگام کرده پابندی نشان داده که یک کمیته خاص تعیین کرده همیشه اونها در 12 ما یا چک میکنن مهتابا از این جهت او یک ذره زیاد وقت خود برش اختصاص داده. اگر ما بخوایم هم کوشش کنیم نمیتونیم، چرا در وقت آفتاب مهتاب جا میگذره که در کنار آفتاب میباشه. خب یک مبحث که ارجه که اعلان کرد من تا دولت اسلامی باشه قاضی مسلمان باید حکم کنه که صبح رمضان است و دو نفر متخصصین فلک شناسی تعیین میکنن که بله مهتاب دیده شده در محضر قاضی من قاضی مسلمان حکم میکنه. بالاخره مثلا در دولت سعودی شاه سعودی توشیش میکنه مثل قانونواری. حالا اگر در افغانستان هم بینه دو نفر که میبینه میاد از طرف محکمه ابتدایی در منطقه که دیده شد بالاخره در سینا بالاخره تمیز بنا شورای عالی استر محکمه تایید میکنه که سوپر ایده با حضور رئیس جمهور هم تاییدش میکنه سبا اید میشه. اگر رئیس جمهور مصروف باشه وقت نداشته باشه شام نا وقت تایید کنه تا وقت منتظر باشه تفیز میکنه مثلا و رئیس استر محکمه تفیز میکنه که رئیس استر محکمه حکم کنه مسائل قضایی رو به متفیز کرده. بله خب بی یک مبحثش که چه وقت این میشه اینا هر جایی که معلوم شد صبح روز هر مسلمان در هر جایی که هست سرش لازم است لازم است. اما معیار شنبه و یک شنبه روزن معیار چه صبح شدن و شام شدن است سایسته دماخلو سیده به دمین و روز رازو او خیرات ورکولو باندې هم بحث کوله ډاکټر صاحب سره دا خدمه.